مکان همیشه در حال آموزش هستن. 100% علاقه است. به جرئت میگم جزء رده های اول تا چهارم جهان است. هدف ما اینه که خلبانانی تربیت کنیم که اخلاق رزمندگی داشته باشن. سالمترین و بهترین جوانای این مرز و بوم هستن، همشون با علاقه با عشق به کشورشون و خلبانی وارد این عرصه شدن. دروس خلبانی دروس بسیار سختیه و باید هم از نظر روحی هم از نظر جسمی در وضعیت ایده‌آلی باشه یه خلبان. دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری در سال 1367 به دست سرلشکر منصور ستاری و برای تربیت افسران جوان و تحصیل کرده ای تأسیس شد که به خدمت نیروی هوایی ارتش درآیند. پیش از اینکه این دانشگاه ساخته شود، افسران نیروی هوایی دوره آموزش خود را در دانشگاه افسری امام علی علیه السلام طی می‌کردند و سپس برای تکمیل آموزش راهی پایگاه‌ها و سایت‌های پدافندی می‌شدند. 75 تا 80 درصد موارد سوانه هوایی علتش چیه؟ عامل انسانی یا هیومن فاکتور هست. سالونی که می‌بینید سالن آموزش آکادمیک دانشجویان خلبانی هستش. دانشجویان خلبانی قسمتی از دانشکده‌های مختلف دانشگاه هوایی ستاری هستش. فرکانس گراند رو نوشتید 12305، فرکانس تاور 12520. دیپارتمون ان شاء الله 745 انجام میدیم. الان 735 فرصت کافی رو داریم. دانشکده دیگه‌مون دانشکده هوافضا داریم، دانشکده الکترونیک داریم، دانشکده رایانه داریم، دانشکده مهندسی هوافضا داریم، دانشکده مهندسی نگهداری و کنترل هواپیما داریم. ما بیایم زاویه حمله رو ثابت در نظر بگیریم و سرعت‌های تونل باد رو چیکار کنیم تغییر بدیم و بتونیم حالا اثر سرعت یا رینولز رو ما روی ایرفویلمون در نظر بگیریم. کسی که میخواد خلبان بشه علی رغم اینکه حالا با نظر جسمانی درسی وضعیت خوبی داشته باشه، ولی کلا باید یه جسارت خاصی تو وجودش باشه، نترس باشه، شجاع باشه و تو سختی ها بتونه مقاوم باشه. ما هرچی به سمت بالا میدیم فشار چی؟ هوا چی میکنه؟ افت میکنه. پس مولکول های گاز میخوان از هم باز بشن. نیتروژن هم سوایه از این چی قرارداد نیست. یکی از واحدهای مهمی که سوایه حالا زبان انگلیسی و رشته‌های تخصصی پروازی هستش درس فیزیولوژی پرواز است. در واقع ارتباط سلامتی و آمادگی جسمانی و مسائلی که تو بدن ایجاد میشه در شرایط غیر فیزیولوژی. قبل از شروع پرواز زمانی که شماره هواپیما رو اعلام میکنن از طریق دیسپچ به گردان پروازی و از طریق گردان پرواز به خلبان اعلام میشه، دانشجوی خلبانی و یا خلبانی که قرار هست پرواز رو انجام بده موظف هست دفتر پرواز رو بنویسه و اطلاعات پروازی رو به صورت کلی اون اطلاعات پروازی که اون روز قرار انجام بده توی دفتر ثبت کنه که شامل تاریخ، شماره هواپیما، خلبانهایی که دارن با اون هواپیما پرواز میکنن، منطقه و نوع ماموریتی که دارن انجام میدن اون روز رو ثبت میکنن. برای بحث استخدام دانشجوی خلبانی دقت خیلی خاصی میشه، چون سرمایه چند میلیاردی هزینه میخواد بشه برای ایشون و سرمایه که جایگزینش به این راحتی نیست. کسی که میاد اینجا از بین خیلی آدم ها انتخاب میشه دیگه. با تست های تخصصی که ریز میشد 90 تا تست پزشکی بود که باید همه رو قبول میشدن بچه ها. از یک رده سنی مثلا متولد فلان سال مثلا 75-76 از اون رده سنی شاید 1 میلیون نفر باشن، ولی 40 نفرشون خلبان جنگنده میشه. پایه این دانشگاه بر اساس علوم نظامی هست. ما یه افسر منضبط نظامی میخواییم برای مملکتمون
بعد از اون یه افسر مهندس به اصطلاح لایق با سواد می‌خویم برای هوافضا. درگ رو حساب بکنه. این دانشگاه که در همسایگی پایگاه یکم شکاری و در منطقه مهرآباد جنوبی تهران قرار دارد، مسئولیت تعلیم و تربیت خلبانان نیروی هوایی، مهندسان پرواز، کارشناسان کنترل و موشک نیروی پدافند و کارشناسان دیگر رشته‌های مورد نیاز نیروهای هوایی را بر عهده دارد. مأموریت دانشکده پرواز شهید عباس اکبری آموزش عملی خلبانان نیروی هوایی هستش. این آموزش‌ها در دو بُعد آموزش هواپیمای با سرنشین و بدون سرنشین انجام میشه در این مرکز. روش بازیابی این پهپاد با استفاده از عرابه فرود هست. با توجه به تحرکات سیاسی و نظامی منطقه، اهمیت استفاده از پهپادها در جنگ نومی بسیار بسیار برای ما حائز اهمیت بود. میزان اندورنسی که این پهپادمون داره چند ساعت بود؟ 4 ساعت به صورت پروازش رو تست کردی، 4 ساعت اندورنس پهپادمون بود. شروع کردیم به جذب دانشجوها و هوانمردی خلبانی پهپاد تا بتونیم نیروهای متخصص و نیازمند خودمون در کشور آماده بکنیم و اونها رو در خدمت پایگاهامون قرار بدیم. ست کن، آماده، اوکی بده که ریلیز کنم. اوکی؟ علامت میدم، برو فول موتور. موتور بده برو. موتور بده برو. ماشاءالله. این اولین و پایه‌ترین باند پروازی پهپاد ما هست که ابتدایی ترین پرنده‌های پهپادی رو اینجا آموزش میدیم. آموزش بلند شدن، تراکی، فاینال و بالاخر اومدن چگونه تقرب کنن و یاد میگیرن. پهپادها انقدر امروز تکنولوژیش بالا رفته و پهپادهای گران قیمتی داره تولید میشه که نیاز هستش که خلبان پهپاد کلیه دروس تخصصی هوانوردی رو درک کنه و بخونه که به این واسطه بتونه از این پرنده ارزشمندی که بسیار گران قیمت هستش به خوبی استفاده کنه. Okay, can you say me some of the missions by the UAV? Weather forecast. Control traffic. Control traffic. Photography. Ground attack. Bombing. Search and rescue. Search and rescue. Petrol. 140 واحد آموزشی در نظر گرفته شده، شامل درس‌های عمومی، شامل درس‌های تخصصی و درس‌های پایه که دانشجویان پس از گذروندن این واحدها عملاً میتونن به در انواع و اقسام واحدهای نظامی مربوط به کشور عزیزمان ایران دارای توانایی هایی باشن که بتونن پهپادها رو کنترل بکنن و ماموریت های مختلف رو که اول کلاس معرفی کردیم، ماموریت های مختلف مربوط به پهپاد رو به راحتی انجام بدن. خیلی سریع این صنعت رو به دست گرفتیم، خودکفا شدیم و بومی سازی کردیم و تمام هواپیماهایی که ما اینجا میسازیم همه اون در کشور ساخته میشه. و همین ریت بیا پایین. حالا جمعش کنم به چپ بده ایزن. بچه دیگرده موتور بده برم. خیلی عالی، خوب به زوج بگیره. ایده ساخت هواپیمای بدون سرنشین در واقع یکی این بود که خلبان رو از مناطق پرخطر ما دور کنیم، لود کار رو بیشتر روی سیستم میذاریم و به سمت هوشمندتر شدن سیستم میریم. واژه پهپاد از حروف اول عبارت پرنده هدایت پذیر از دور ساخته شده است و برای هواپیماهای بدون سرنشینی به کار می رود که از نیروهای ایرودینامیکی برای پرواز استفاده می کنند و بدین ترتیب می توان این وسیله های پرنده را با کنترل از راه دور و یا با بهره گیری از برنامه های پیش پروازی و سامانه های خودکار دینامیک هدایت کرد. پس از اینکه دوره تئوری و آکادمی که پرواز رو در دانشگاه هوایی شهید ستاری طی کردن و وارد این مجموعه شدن، در ادامه تمام آموزش هایی که دیدن برنامه های عملی پرواز براشون طراحی و برنامه‌ریزی شده. یک ماه وارد این پایگاه شدیم و برای پرواز آموزشی داریم دوره میدیم. 8 روز میخواییم تیک آف تایم رو بسازیم. نیم ساعت قبلش 7:45 دیپارت بکنیم، 7:55 ده دقیقه بعدش استارت میزنیم، 8:05 دقیقه تاکسی بکنیم.
قبل از هر پرواز ما بریف داریم. بریف یعنی که میایم راجع به اون پرواز کل کاری که میخوای انجام بدیم صحبت میکنیم، چون علم پرواز به گونه ایه که بالا نمیشه زیاد صحبت کرد، بالا بیشتر انجام میدیم، ایرادا رو برطرف میکنیم. این هواپیما تقریبا 40 تا امرجنسی داریم که موتور هواپیما خاموش بشه توی پرواز، آتیش بگیره، ملخمون از هواپیما جدا بشه، بال ایراد پیدا کنه، کنترل فرمان میره. همه این موارد رو ما روزانه توی این بریفا با هم دیگه صحبت میکنیم. یعنی من هر روز انگار یک دور کامل تمام امرجنسی ها رو مرور میکنم. ما تقریبا 4 سال دانشگاه درس خوندیم، دانشگاه هوایی، بعد درس های تئوریمون رو که پاس کردیم، حالا چه تخصصی چه عمومی، بعد اومدیم اینجا اول دوره‌های زمینیمون رو گذروندیم، یه سری دوره ها و درس ها بود و بعدش هم پروازمون شروع شد. شروع میکنیم. All avionics system off. نشون بدین. هواپیما که روشن شد، اول پرشر رو حتما چک میکنین که بیاد بالا. نشون بدین اول پرشر رو. بله. فشار روغن بیاد بالا. از برج اجازه میگیریم برای تاکسی کردن و رفتن به سمت باند. وقتی مجاز شدیم برای تاکسی کردن، پا رو رو ترمز میذاریم. علامت چاکسیزیمی رو میدیم. به طوری که آقای کوچیف ببینه که ما میخواییم شروع کنیم برای تاکسی کردن. امتحان تیار فیز دادیم، امتحان اینسترومنت، نویگیشن، الوپی و دروس مربوط به رادیو کار، رادیو تلفنی، اینا رو پس کردیم، وارد پرواز شدیم. یعنی اون دروس ما باید اوکی میکردیم که وارد فیلد پروازی بشیم. ما معدل دانشجوی خلمانی که جذب میکنیم نسبت به سایر دانشجوها معدل بالاتری هستش که هوش بالاتری داشته باشه. خلبانی که ما تربیت میکنیم، ما زیر 10,000 پا معمولا ارتفاع فیزیولوژیکه. این نیتروژن برای ما مشکل ساز نیست. هر بلایی سر ما این یعنی برای خلبان این نیتروژن ایجاد میکنه بالای چیه؟ 10,000 پا هست. همونجور که میدونیم انسان برای روی زمین آفریده شده، نه برای روی هوا. پس انسان داره در یک محیط غیر فیزیولوژیک فعالیت میکنه، بنابراین شرایط و مخاطرات اون محیط رو هم باید همیشه در نظر داشته باشه. خیلی موارد هستش، کمبود اکسیژن هستش، کاهش فشار که بحث امروز ما بود، بیماری برداشت فشار هستش، تغییرات شتاب هستش، همه این موارد، تشعشعات، همه این موارد میاد روی بدن انسان تاثیر میذاره و خلبان باید آگاه باشه و بتونه در مقابل این تغییرات و این مخاطرات راهکار داشته باشه تا به قول یک پرواز ایمن و سیف رو داشته باشه. این که شما میتونی طبیعت خداوند رو از زاویه دیگه ببینی، لطف خداست که شامل آدم میشه. دومین لطفی که شاید نصیب ماها شده این که بتونیم این لباس رو بپوشیم و از مملکتمون دفاع کنیم. برای درس خواندن در این دانشگاه باید آزادی زندگی عادی را به نظم ارتش اهدا کرد و خطر زیستن در مقام یک خلبان نظامی را به جان خرید. باید مستعد بود و سخت کوش و پرطاقت. اما آنها که در این رشته تاب آورده اند می گویند شوق و عشقی در پروازهایشان می یابند که با هیچ چیز دیگری در این جهان قابل قیاس نیست. آمادگی جسمانی که یه خلبان باید داشته باشه بسیار مهمه. لذا تمام هر روز بچه های ما تقریبا روزی 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم ورزش میکنن و این توانمندی رو دارن که هر کدومشون کم کمش 10-12 کیلومتر به طور مستمر بدوئن. یه سری دورهای نظامی داشتیم، مثل دوره رز در جنگل، دوره رز در کوهستان، رز در صحرا، دوره تخریب، دوره چتر. دانشجوی خلبانی هم دوره مختلف سوروایول دارن، دوره چتر پاراسل دارن، دوره لول 4 زبان رو دارن که دوره تخصصی زبان هستش که بتونن مکالمه زبانشون بالا باشه، دوره کوه و کویر رو دارن، دوره جنگل رو دارن، دوره نجات از دریا رو دارن. همه اینا هم به اصطلاح با آزمایشات آکادمیک و در نهایت آزمایش عملی محقق میشه. ما یه زمانی بوده که توی مملکت تمام خلبان ها میشدن میرفتن خارجی کشور آموزش میدیدن میومدن. ما الان
خلبانی نداریم در نیرو هوایی که در حال پرواز باشه و آموزش خلبانیشو در داخل کشور نگذرونده باشه. تمام دوستانی که الان دارن پرواز میکنن آموزش دیده دانشکده خلبانی دانشگاه شهید ستاری هستن و با بهترین کیفیت و بهترین توانمندی. اینجا هواپیما وقتی توسط گروه فنی آماده شد به طبق یک فرمی که مصوب هست تحویل استاد میدن، استاد و دانشجو هواپیما را چک میکنن، فرم مصوب را امضا میکنن و هواپیما تحویل استاد جهت انجام پرواز. پینا واسه تیریم تب هم باید کند شده باشه. آنتنا زیر بدن هواپیما، تاکسی لایت، لندینگ لایت. ما موقع تحویل گرفتن هواپیما موظف هستیم که خودمون هم هواپیما رو یک بار دیگه چک کنیم از نظر سیستمای موتور، بدنه و سطوح فرامین که انشالله موردی نداشته باشه. دوره نجات خدمه از دریا تمام اقداماتی که یک خلبان نیاز داره برای اینکه بتونه جون خودشون نجات بده به صورت عملی در دریا آموزش داده میشه توسط اساتید مجرب و این مهارت به وجود میاد در صورتی که این اتفاق بیفته چگونه خودشو بتونه نجات بده و خودشو بتونه حفظ کنه تا نیروهای کمکی بیان و کمکش کنه. برای بلند کردن هواپیما روی زمین بین 8 تا 12 درجه دماغ هواپیما رو میاریم بالا که بهترینش همون 10 درجه است. الان هواپیما تیک آف کرد، داریم به اوجگیری ادامه میدیم و سرعتمون هم داره اضافه میشه. این وضعیت رو نگه میداریم تا اقدام بکنیم برای جمع کردن چرخ و فلر. الان چرخ هواپیما داره جمع میشه، به اوجگیریمون ادامه میدیم. دانشجویان این دانشگاه به منظور ایجاد شبکه‌ای قدرتمند و منسجم برای دفاع هوایی کشور تربیت می‌شوند. آنها باید تأمین کننده امنیت آسمان و زمین کشور باشند و از این رو آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه شهید ستاری که در ارتباط با دروس نظری دانشکده مهندسی هوافضا ساخته شده اند در مقایسه با سایر دانشگاه‌های کشور از موقعیتی ویژه و ممتاز برخوردارند. خیلی از کشورهای دیگه درخواست دارن از ما که بتونیم خلبان‌هاشون رو آموزش بدیم براشون، بتونیم کمکشون کنیم. چه بعد پهباد که ما بسیار پیشرفت کردیم، میتونیم پهبادهای به اصطلاح با طول زمانی بلند مدت با ارتفاع زمانی زیاد بسازیم و بهره برداری کنیم. نزدیک داری میشی، برو براست یه بنک براست بذار، بنک براست. حالا بگر پهباد تو تمام عرصه‌های هم چه بحث‌های نظامی چه بحث‌های غیر نظامی امروزه نقش موثری رو داره ایفا میکنه، حتی تو بحث کنترل محیط زیست، حالا تو بخش‌های غیر نظامیش بحث‌های کنترل محیط زیست، بحث‌های کنترل راه‌ها، بحث‌های رزمی، بامبینگ و حتی عملیات‌های ارتوئر برای پهپادها تعریف میشه. به چپ به چپ الیویتور. سامانه هواپیمای بدون سرنشین به صورت کلی داره یک ایستگاه کنترل زمینی هستن که این ایستگاه میتونه هم به صورت موبایل باشه و هم به صورت ثابت. سامانه که ما اینجا در خدمت شما هستیم به صورت سامانه موبایل هست، یعنی گراند کنترل استیشن موبایل هست و اینکه قالب کنترل هواپیما از طریق ایستگاه برای مناطقی که لانگ رنج هستن ما از این سامانه استفاده میکنیم. دانشجویانی که جذب میشن در ابتدای هم همونجوری که خودتون هم مشاهده کردین با پهباد مدل A سیلابسه پروازی مطلوبه رو با اساتید مربوطه پاس کردن و نمره قبولی رو گرفتن، میان واسه پرواز با هواپیمای مهاجر 2. هواپیمای تاکتیکی عملیاتی ما در حقیقت این هواپیما تو عمق پرواز میکنه، یکی از پیشرفته ترین محصولات ساخت داخل ماست و هواپیمای بسیار خوب و واسه آموزش هواپیمای بسیار عالی. سامانه دو تا خلبان داره، یه خلبان بیرون ایستگاه، یه خلبان داخل ایستگاه.
خلبان بیرون ایستگاه وظیفه پترن رو داره که ما تیک آف و لند رو با دانشجو کار میکنیم و موارد امرجنسی مربوطه. خلبان داخل ایستگاه مربوط میشه به ماموریت‌های برد بلند، جهت شناسایی و رزمی. ما کاری که اینجا داریم انجام میدیم بحث آموزش بیسیکه به اصطلاح پهپاد هستش که دانشجویان خلبانی با مدل‌های مختلف پهپادی که حالا در نظر گرفته شده سیلابس مورد نظر رو پرواز میکنم و فارغ التحصیل میشم و از اینجا وارد یگانهای عملیاتی ارتش جمهوری اسلامی میشم. ما تمام این آلات دقیقی که اینجا داریم توی سیستم سرنشیندار هم دقیقا اینا رو ما داریم، اما اونجا یه فرق عمده‌ای که داره و خلبانی که اونجا هست علاوه بر این ایندیکیشن هایی که داره از سامانه هدایتش میگیره یک حس فیزیکی هم داره. یعنی خلبانی که تو کابین نشسته اگر چشمش به ایندیکیتور ADI هم نباشد میتواند بنک رفتن یا گردش به سمت ها رو تشخیص بده به دلیل نیروهایی که به بدن این خلبان وارد میشه. اما اینجا ما تمام این نیروها از روی خلبان برداشته میشه، بنابراین نیاز هست کسی که خلبانی هواپیمایی بدون سرنشین رو قرار است که آموزش ببینه، خصوصا تو دوره داخل ایستگاهش حتما باید از یک هوش ریاضی قوی و تجسم فضای قوی برخوردار باشه. در حال حاضر 1500 دانشجو و بیش از 150 استاد در این دانشگاه مشغول فعالیتند که حدود 50 نفر از این اساتید عضو هیئت علمی آموزش عالی می باشند. این مرکز تاکنون 747 مقاله علمی در نشریات و همایش‌های داخلی منتشر نموده است و صاحب امتیاز و ناشر دو نشریه تخصصی مجله علوم و فنون هوایی و فصل نامه مطالعات منابع انسانی است. 30 ساله که دانشگاه هوایی دانشکده پرواز تأسیس شده و تماماً آموزش‌ها توسط خلبان‌های نیروی هوایی و کشور خودمون تربیت میشن. این نیازی بود که اون موقع احساس شد که ما بحث تحریما رو همیشه همراهمون خواهد بود، پس نیاز داریم که قدرت علمی ایجاد کنیم. این قدرت علمی رو در دانشگاه هوایی شهید ستاری پایه‌گذاری شد و امروز داریم بهره میبریم. اتفاقای بعدی که ممکنه بیفته اینه که شما بخواید این بلند کنی بشونی، بلندش کنی بشونی، این خطرناکه. ولی شما بکنیش از زمین، یعنی میکنیمش واقعا، میکنی بلند میکنی تا جای دماغو میاری بالا که چی، انتهای باند رو نگاه میکنی افقو به سختی ببینی، تای باند رو به سختی ببینی. تقریبا یک ماه و نیم پیش بود اولین پروازم، اولین حس پرواز بود دیگه. بعد از 10 تا پریدن پرواز با استاد یاد گرفتن، برای کسی که کلا 20 اندی سال رو زمین زندگی کرده تا حالا پرواز تجربه نکرده، بعد تو بعد 10 تا راید تو 10 روز میرفتیم برای پرواز سولویی، دیگه همه چی جدید بود. ایشون که میاد هیچ ایده‌ای نسبت به پرواز نداره، از صفرش شروع میکنیم، بهش آموزش میدیم تا جایی که در حدی یاد میگیرن که میتونن هواپیما رو سیف پرواز کنن، یه دور تو ترافیک پتر بزنن، یکی دو دور بزنن و بیان بشونن هواپیما رو. گردان آموزش خلبان اینجوری است که اون دانشجویی که بیشتر از ما پرواز کردن، ما باید از اونا بیشتر از نظر چه درسی چه اخلاقی بیشتر از اونا به قول معروف راهنمایی بگیریم که توی پرواز ما مشکل بر نخوریم. بس باید با رابطه با دانشجوی چه بالاتر چه پایین‌تر رابطه خوبی داشته باشه. این صد شیل واحد آکادمیک مهندسی برای این هستش دانشجو که اینجا فارغ التحصیل میشه یک مهندس بشه، یک مهندس وزارت علوم و آموزش عالی که بتونه تحصیلات عالیش هم انجام بده، کما اینکه ما خودمون کارشناسی ارشد رو هم همینجا داریم. امروز ما نه تنها مدعی هستیم که خودمون به قابلیت‌های بالای علمی تو بحث هوافضایی رسیدیم، پروژه‌های مختلف رو انجام میدیم، بهترین آموزش خلبانی رو داریم ارائه میدیم، بلکه مدعی هستیم که تو دنیا این آموزش ما یه آموزش کارآمده. کلیر فور استارت، اجازه میگیریم برای استارت از لاینمن، کال میکنیم با برج صحبت میکنیم، درخواست تاکسی کردن یا شروع حرکت هواپیما رو انجام میدیم. در تمام این زمان ها این دانشجوی ما در حال آموزش و آپگرید شدن هستند، هر زمان هر مکان همیشه در حال آموزش هستند
دوره‌های تخصصی مختلف ضمن خدمتی دارن و باید ببینن واسه ارتقاءات مختلف و همینجور آپگرید میشن، توانایی پروازشون بیشتر میشه. پرواز موهبتی الهی و پوشیدن لباس خلبانی لطف و عنایت خداوند است. اینو یادتون نره. آسمان همواره در ادبیات و اساطیر با ماورا در پیوند است. انسان برای هزاران سال در جستجوی برکت و نعمت چشم به آسمان دوخته است و گسترش قلمرو انسانیش تا بیکرانه آسمان آرزوی دراز مدت او بوده است. اما پرواز برای حفظ آسمان وطن مقوله دیگری است، مقوله‌ای که بیش از رؤیا عشق می‌طلبد.